یعنی پی اف رو باید محاسبه کنیم، بی یا ضریب اطمینان بلای رو هم محاسبه کنیم. اگر ضریب پی اف ما یا لین ما بیشتر از 5 باشه، بزرگتر مساوی 5 باشه، در این صورت پایداره. اما اگر محاسبه کردیم با توجه به این اعدادی که داریم کوچیکتر از 5 شد، ناپایدار هست. در بلای هم همینطور، باید بزرگتر از 10 باشه، بزرگتر مساوی 10 باشه، نباید کوچیکتر از 10 باشه. ببینیم که کدوم یکی از این گزینه ها میشه. خب ال اچ ما 15 هست، ال وی 10 هست، دلتا اچ 4 هست، پی اف 5 و بی 10 هست، یعنی ضریب اطمینان بلای. ال ما در لین میشه ال وی 1/3 ال اچ که میشه ال وی 10 به اضافه 1/3 15، ال اچ ما 15 است که میشه کلا این 3 با 15 ساده میشه 5، 10 به اضافه 5 میشه 15. بنابراین پی اف میشه ال بر روی دلتا اچ، یعنی 15 تقسیم بر 4 که میشه 3.75. چون که دوستان 3.75 کوچکتر از 5، بنابراین ضریب اطمینان لین ناپایدار هست که من ضرب در نشون دادم. حالا بریم بلای رو حساب کنیم. ال ما میشه ال وی به اضافه ال اچ که میشه 10 به اضافه 15 میشه 25، ال بر روی دلتا اچ یعنی 25 بر روی 4 میشه 6.25. چون که کوچکتر از 10 هست، بنابراین در روش بلای هم ناپایدار هست. این گزینه درست ما گزینه 4 میشه. بریم گزینه 4 رو ببینیم. گزینه 4 گفته که سازه آبی در برابر پدید آبشستگی در هر دو روش ناپایدار هست و همین دقیقاً گزینه درست ما هستش. سوال بعدی گفته که کدوم مورد درباره ضریب اطمینان در مقابل لغزش برای شرایط بارگذاری فوق‌العاده درست است؟ در کنکور ارشد 97 اومده. ضریب اطمینان در مقابل لغزش برابر هستش با اف پریم سیگمای اف وی به سیگمای اف اچ. ببینیم در کدوم قسمت اومده. خب اف وی به اف اچ درسته، ولی اف پریم کو؟ پس غلطه. گزینه 2 اف اچ به اف وی نیست، برعکس اف وی به اف اچ هست. اینجا این اف اچ رفته بالا، اف پریم اومده پایین و اف وی هم اومده پایین، غلطه. بنابراین گزینه 4 ما درسته که اف پریم سیگمای اف وی بر روی سیگمای اف اچ هست که اینم 1.5 هست. گفتیم حداقل باید 1.5 باشه، بزرگتر مساوی 1.5 باشه که ضریب اطمینان در مقابل لغزش. بنابراین گزینه 4 ما هستش. اما سوال بعدی ما اینه که گفته پرده آب بند یا کاتاف به دلیل جای خالی باعث افزایش پایداری سد انحرافی می‌گردد. بریم گزینه‌ها رو ببینیم. برای کاهش ضریب تراوش به هیچ وجه، جلوگیری از عبور جریان از زیر سد به هیچ وجه، اینم گزینه نادرسته. کاتاف باعث افزایش اون مسیر جریان میشه، یعنی افزایش اون طول خزش است. گزینه 4 غلطه. گزینه 3 درست است که افزایش طول خزش میشه و کاهش نیروی بالا برنده. کاتاف وظیفه اصلیش اینه که نیروی آپلیفت رو کاهش بده و طول خزش رو افزایش بده. بنابراین گزینه درست ما گزینه 3 ما میشه. اما بریم به سراغ سوال بعدی. گفته که در محاسبات مربوط به پایداری یک سد انحرافی به عرض واحد، نیروی وزن 60 تن، نیروی بالا برنده 10 تن، برآیند نیروهای افقی 10 تن، اگر ضریب اصطکاک بین بدنه بتونی سد و مساله کف رودخانه 0.4 باشد، مقدار ضریب اطمینان در برابر لغزش کدام هستش؟ W ما 60 دادن، 60 تن نیروی وزن 60. نیروی آپلیفت هم به ما دادن 10 تنه. برآیند نیروهای افقی یعنی چی؟ یعنی تمام نیروهای افقی که وارد میشه به ما خودشون دادن 10 تن. و اف پریم هم که 0.4 از ما اس اف رو خواسته. بنابراین اس اف ما میشه اف پریم سیگما اف بی به سیگما اف اچ. اس اف میشه اف پریم که 0.4. نیروی عمودی یه نیروی وزن داریم یه نیروی آپلیفت، بنابراین این دوتا رو از هم کم میکنیم میشه 60 منهای 10 تقسیم بر برآیند این یا مجموع این میشه 10 و در نتیجه میشه 0.4 × 50/10 که این صفر با این صفر میره. 0.4 × 5 میشه 20. 0.20 با 0 این بره میشه 2. بنابراین گزینه درست ما گزینه 2 هستش. این سال 96 مطرح شده بود. این سال یکی از سوالای بسیار جالبی بوده برای من که سال 95 مطرح شده بود و